از جمله موضوعات مربوط به کرونا که بد نیست من این رو اینجا بگم این است که آمریکایی‌ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزء اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید. الان خبرهایی که از آمریکا میرسه، یعنی حرفایی که خود آمریکایی‌ها میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشون دارن میگن صریحا که دچار کمبودهای وحشت‌آوری ان، هم از لحاظ وسایل پیشگیری، از در بروز بیماری، از ابتلای به بیماری، هم در دارو و اینها. خودشون اگر چیزی دارید دستتون بازه صرف خودتون بکنید. ثانیاً شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه. آمریکا در ماه اوت 1945 با یک بمب در شهر هیروشیما به طور فوری و آنی 100,000 نفر رو کشت. در همون ساعت اول 100,000 نفر کشته شدند. البته بعدها 10,000 نفر دیگه به مرور بر اثر مسئولیت های ناشی از امواج کذایی هسته‌ای کشته شدن یا معیوب موندن. بعد سه روز بعدش در شهر ناکازاکی مجددا یه بمب دیگه انداختن، 50,000 نفر هم در اونجا کشته شدن. و میگن ما میخواستیم جنگ رو تمام کنیم، جنگ بین‌الملل رو میخواستیم با این کار خاتمه بدیم. خب اگه میخواستید جنگ رو خاتمه بدید، بمب اول کافی بود، این بمب دوم رو چرا انداختید در ناکازاکی؟ جواب اینه، بمب اول با اورانیوم ساخته شده بود، بمب دوم با پلوتونیوم ساخته شده بود. بخواستیم امتحان کنیم ببینیم. برای آزمایش بمب جان 150,000 نفر در وهله اول نابود میشه، از بین میره. اینی که من و شما اصرار داریم، تکیه میکنیم، تکرار میکنیم که ما به
قرآن متکی هستیم، ما نظام اسلامی میخواهیم. رازش اینه، بشریت وقتی افتاد دست نظام‌های بدون اخلاق، بدون دین، بدون جهتگیری درست، این میشه نتیجه‌اش.